بچه‌ها سلام، امروز گفتم یه لایو دیگه بذارم و یه برگردیم به دوران کودکی و یه سری حالا بگیم خاطرات، اتفاقات، یا بهتر بگم که اون چی که بر من گذشته رو دوست دارم باهاتون شیر بکنم. دوست دارم یه بازنگری داشته باشم به دوران در واقع کودکی خودم توی حالا این لایوهای کوتاهی که میذارم و زمان لایوام سعی میکنم که طولانی نباشه، حداقل حد اکثر بگیم دیگه بشه 20 دقیقه نیم ساعت. یه مقدمه خیلی کوتاهی رو براتون بگم، این تایمر لایوام بزنم که اوکی هرچند نمیبینمش ولی به هر حال یه مقدمه کوتاهی براتون یه در حد چند جمله بگم که بچه‌ها، من دلیلی که میام و این صحبت‌ها رو میکنم در واقع این نیستش که بگیم من میخوام به نوعی قصه گویی بکنم یا یه مجموعه خاطراتی رو مثلا به عرض شماها برسونم، یا اینی که بخوام میدونین هدفم اینه که وقتی که من هرچی نگاه میکنم به خودم میبینم انگار که هر چقدر ماها به روان خودمون، به خاطرات خودمون، به زندگی‌های خودمون و رفتارهای خودمون مثلا کنش و واکنش‌هایی که داریم دقیق تر میشیم، خیلی مسائل برامون روشن‌تر میشه و خیلی راحت‌تر میتونیم اون سری تغییراتی رو که دوست داریم در ما اتفاق بیفته در خودمون شکل بدیم. ممکنه که چیزایی که من تعریف میکنم از بچگی خودم به نظر خیلیاتون لوس بیاد یا اصلا لوس بیاد یا اصلا فکر کنین که من حتی اگه دارم این نکاتم میگم قد نشناسم، یا مثلا شاید هم حتی یه دفعه کنن بگن داره پوز میده، میخواد مثلا هر چیزی بکنه. برام نمیگم که بی اهمیت داوری ها بی اهمیت نیست، ولی در کنار رینی که میدونم بازخوردهای متفاوتی ممکنه بگیرم به لحاظ اینی که من دارم پابلیک صحبت میکنم، اما باز به خاطر اینی که میگم معتقدم وقتی که مسائل رو بازنگری میکنیم و با یک جمعی به اشتراک میذاریم اتفاقات خوبی حداقل برای من یک نفر میفته. بخوام بگم اگه بر حسب تجربه هم باشه رویه خوبی بوده. حالا من توی لایو قبلی اومدم راجع به یه سری مسائل مثلا وسواسایی که حالا بوده به لحاظ تمیزی کثیفی توی خانواده ما بود و مادرم به ویژه مامانم خیلی چیزایی رو رعایت میکرد براتون گفتم. بعد حالا البته خب من خیلی چکیده گفتم، خیلی چکیده گفتم، چون این مسئله خب انقدری مختصرم نبود، ولی الان میخوام راجع به یه سری مجموعه برخوردهایی تعریف بکنم که در مورد مثلا مسائل اجتماعی ماها بود. ببینید ما وقتی که من وقتی که بچه بودم مامانم اصلا آدمی نبود که بخواد منو مستقیما از چیزی بترسونه، اصلا یادم نمیاد، واقعا حتی یک موردم من گوشه ذهنم نیست که مثلا بگم که مامانم منو ترسونده باشه، مثلا بگه که دزد میاد میبرده دا، یا نمیدونم لولو میاد میخورد دا، اصلا از این روش این مدلی نداشت و به شدت هم مخالف بود. من حتی یادمه که خب من با مادر بزرگم، مامان مامانم به ویژه، خیلی رابطه نزدیکی داشتم. بعد مادر بزرگم خب من خیلی قصه هاشم دوست داشتم، بعد یه وقتایی برای من قصه که تعریف میکرد، یعنی اصلا من همه عشقم این بود که مادر بزرگم مثلا بیاد خونه ما شب بمونه یا من برم خونه شب بمونم و این مثلا برای من داستان تعریف بکنه.
بعد قصه هایی که تعریف میکرد خب خیلی مثلا توش نمیدونم جن و پری و این چیزا داشت. منم بچه ترسویی بودم، یعنی در این حالی که خیلی مثلا دوست داشتم اون لحظه اینا رو برام بگه، ولی اینا مثلا تو ذهنم میمون. بعد هی بهش شاخ و برگ میزدم، هی مثلا اینو پرورشش میدادم تو ذهن خودم، میدیدی اصلا کلا ممکن بود زندگیمو مختل بکنه و دیگه اصلا حتی بترسم مثلا تو طبقه بالا تنها برم. بعد که مثلا حتی یادم مامانم هی به مادر بزرگم میگفت مثلا برای این از این قصه ها نگو، مثلا قصه میگی توش از این جن و نمیدونم دیو و از این چیزا نداشته باشه، چون خیلی روش اثر میذاره. ولی جدای این موارد، یک سری حالا نگرانی هایی که حالا نهفته در خود مامانم بود یا کلن تیپ خانوادگی، نه فقط مامانم، اینا خب روی من اثر میذاشت. مثلا من یادمه که یه خاطره رو براتون اینجا تعریف بکنم. من یادمه که کوچولو بودم، 4-5 ساله بودم که با مامانم سفر رفتیم پیش خالم. خالم که انگلیس زندگی میکنه و اتفاقا چند وقت پیشم راحله دیده بودش توی مسافرتی که داشتن به ترکیه، حالا کار ندارم و من خیلی هم این خالمو دوست دارم و به هر حال موقعی هم که من مثلا کوچولو بودم، خب این بکنین یه خاله جوونی بود که مثلا یه خواهرزاده کوچولویی داشت و خودش هم اون موقع مجرد بود دیگه، خیلی منو دوست داشت. ولی مثلا این خاله منم حالا همین تیپ شخصیتی شبیه ماما اینا بود، یه سری حالا نگرانی ها و مثلا استرس هایی داشت. بعد مامانم اینجوری بود که بروز نمیداد، مثلا تو خودش میریخت. البته من متوجه میشدم از حالتش، ولی خالم اینطوری نبود، مثلا یه دفعه میدیدی اون حالتش رو بروز میداد. حالا من این خاطره که میخوام براتون تعریف بکنم چی بود؟ من یادمه که یه بار پیش خالم که رفته بودیم، من وایستاده بودم توی یه پاساژی بود، بعد مامانم و خالم رفته بودن توی یه مغازه‌ای، منم دم همون مغازه بود تا جایی که یادمه. حالا نمیدونم شاید اگه یه ذره این ورتر بوده دیگه من ولی یادم نیست اینشو. یه توی ویترینش یه تلویزیون داشت، بعد داشت یه کارتونی رو پخش میکرد، یه کارتونی رو پخش میکرد، نمیدونم فکر کنم همون کارتون جانگل بوک یا پسر جنگل هم بود، این چیزایی که حالا گنگ توی ذهنمه. بعد من داشتم اون رو نگاه میکردم، خب اینا هم تو مغازه بودن. بعد به فاصله مثلا دور از ما، یعنی دور که حالا فکر کنم به فاصله بگم چقدری، مثلا شاید بگم 10 متری از من، یه اینجور فاصله، یه مردی بود که سیاه‌پوستم بود، بعد اومد توی اون پاساژ. حالا من نمیدونم، من خب بچه بودم مثلا حالی من نمیشد، اونم از من فاصله داشت. حالا این شاید مست بود یا شاید مشکل روانی داشت، چی بود من نفهمیدم. فقط یادمه که یه دفعه اومد زد یه دونه سطل آشغال بزرگی رو که اون وسط بود انداخ ریخت. با دیگه چی کار کرد من نفهمیدم، چون سریع اون سیکوریتی هایی که توی اون پاساژ بودن اومدن دستگیرش کردن. و تا اینجاش هم برای من اوکی بودم، اینجوری مثلا من داشتم نگاه میکردم، مثلا اهمیت هم نمیدادم، مثلا تو باغم نبودم، فقط چیزی که مثلا برای خودم داشتم فکر میکردم. حالا اینا که میگم شاید بگم توی یه دقیقه اتفاق افتاد و من این همه دارم توضیحش میدم، چیزی که تو ذهن خودم اتفاق افتاد، مثلا داشتم با خودم حل و فصل اینجوری میکردم که این کار بدی کرد، مثلا زد این آشغالا رو ریخ، اینجا رو کثیف کرد، اینا هم دستگیرش کرد. داشتم اینجوری فکر میکردم که یه دفعه سراسیمه مثلا مامان و خالم از توی مغازه اومدن بیرون. و حالا جالبه، یه ربطی هم داره به همین ویدیوی کوتاهی هم که توی صفحه‌ام گذاشتم. اینا خیلی با استرس اومدن بیرون و بعد خالم اومد به من نگاه کرد، بعد خب حالا اون تکونی که خورده بود یا استرسی که داشت مثلا قدش و اندازه من که صورت شبرد جلو، گفت تو اصلا نباید از ما دور بشی، اصلا نباید از ما دور بشی، مثلا خیلی خطرها هست، ببین اینا ممکنه که مثلا
به آدم آسیب بزنن، اینا آدم چه میدونه اینجا پر خلافکاره، اینجا پر نمیدونم فلانه. بعضی از این سیاه‌پوستا مثلا آدمای بزهکاری هن و با یه چیزی که بعد من یه دفعه مثلا اونجا اون حالت و اون اتفاق که افتاد یه دفعه دیگه من خیلی مثلا ترسیدم و احساس کردم که مثلا نگود من تو چه خطر جانی بزرگی بودم و خودم خبر نداشتم. حالا در اینی که براتون تعریف کردم فکر کنم یکی یا دو تا پست پایین تر از همین لایو من که برید تو صفحه‌ام نگاه کنین یه دونه ویدیوییه که اثر واکنش بزرگترا روی بچه ها رو، یا حالا نه که فقط هم بگیم بزرگترا روی بچه ها، اثر واکنش ها رو نشون میده که یه آقایی یه بچه کوچولو بغلشه، بعد یه دفعه مثلا میره نزدیک دیوار، دست خودش اینجوری مشت خودش رو میکوبه تو دیوار، حالا بچه اصلا هیچ ضربه ای نخورده، بچه کاملا سالمه، بعد یه دفعه میگه ببخشید ببخشید نمیدونم من نمیخواستم به تو آسیب بزنم، بچه واکنش رو که میبینه شروع میکنه گریه کردن، فکر میکنه مثلا الان سر خودش چیزی شده. خیلی جالب بود این پست، خیلی جالب بود و منو یاد یه سری در واقع برخورد بازخوردهایی توی بچگی منداخت که وقتی که مثلا چون این مسائل خیلی بود که مثلا میگم حالا مامان خودم اینطوری مستقیم نمیومد رک و پوست کنده مثلا نگات کنه تو چشمات نگاه بکنه و بگه که ممکنه به دزدنت، ولی ناخودآگاه مثلا میدیدی تعریفایی که میکرد، حتی شاید داشت تلفنی با مثلا کس دیگه حرف میزد، تعریفایی که میکردن مثلا آره جامعه ناامن شده نمیدونم. یادم اون موقع که ما بچه بودیم یه کی بود خفاش شب بود چی بود خیلی سر زبونا افتاده بود و اون موقع مثلا گل کرده بود که بعد میگفتن سوار تاکسی نباید بشین، سوار ماشین نمیدونم شخصی نباید بشین اینا، بعد خب حالا بزرگترا هم میشنیدن و برای همدیگه تعریف میکردن و اینا رو تفسیرش که میکردم خیلی رو من اثر میذاشت. یعنی من به قدری احساس میکردم جامعه ناامنه که حتی تا بزرگسالی خودم همیشه یک حراسی داشتم. یعنی من اولین باری که سوار مثلا جاهای حالا حتی شلوغ جاهای مثلا تاکسی و اینا رو من یادم مثلا بیشتر وقتا موقعی که مدرسه میرم، مدرسه‌مون که حالا نزدیک خودم بود بابا منو میآورد و میبرد، ولی کلاسای فوق برنامه و اینا که میرفتم من خیلی به ندرت سوار تاکسی میشدم. یعنی حتما باید آژانس میگرفتم، چون موقع مثلا اسنپ و اینا نبود دیگه، منو میآورد مثلا در خونه یا از خونه، حالا اگه خودشون منو نمیبردن باید آژانس میبود، چون انگار مثلا یه لحظه ببخش نه مورفی نه نه دارم حرف میزنم الان نه این سگ خواهرم اینا پیش منه یه ذره حالا اذیت میکنه میخواد من ببرمش بیرون، بعد امیدوارم بذاره حرفامو تموم بکنم. آره داشتم اینو میگفتم، من به قدری یعنی احساس مثلا چیزی داشتم در مورد بچه، یه لحظه بذارین بیا بیا اینجا بیا اینجا بیا اینجا آها اینو من فکر کنم بگیرمش آروم تر بشه، چون اگه من اینو بذارم این زمین هی شروع میکنه به اینطوری صدا کردن، حالا اینجوری بگیرمش یه ذره آروم تر میشه اینا رو تا بذاره من حرفم بزنم. آره داشتم میگفتم این من حتی تا موقعی مثلا یادم دیگه اون کلاسای فوق برنامه و اینایی هم که میرفتم، یعنی دیگه مثلا مامانو خودشون به من میگفتن میگفتن بابا جان خب تاکسی بگیر برو فلانجا سوار تاکسی بشو بیا، من انقدر مثلا بک‌گراند منفی داشتم، نه اگه منو بدزده چی، اگه یه بلای سرم بیاره چی، اگه فلان چی، که اصلا محال بود بخوام این کار بکنم. بعد حالا چند روز پیشم توی اینو توی لایوش نوشینم گفت، چند روز پیش که ما رفته بودیم، هفته پیش که با نوشین رفته بودیم کجا بود، درکه رفته بودیم درکه. یعنی بچه میخوام مثلا ساختار ذهنی خودم رو به نوعی براتون بگم و الان خب من
خیلی تغییرا کردم، خیلی کارا روی روان خودم کردم و حداقل خودم بخوام خودم رو معرفی بکنم به عنوان مثلا حالا یه فردی که وسواسیه یا یه فردی که مثلا هراس داره از جامعه، مثلا یه سری ترسای اینجوری توشه، معرفی نمی کنم. یعنی واقعا تا حد بالای خودم رو نرمال میدونم از این نظرها. ولی من یادمه که هفته پیش که با نوشین رفته بودیم درکه، رفتیم تو، نوشین گفت بیا بریم توی این کافه، اینا نمیدونم یه سگی داشتن چی بوده، من احوال اونو بپرسم، ولی من که هفته قبلش باش نرفته بودم، خبر نداشتم. خلاصه ما رفتیم اونجا و نوشین شروع کرد با آقای صحبت کردن و گپ زدن و اون مردم شروع کرد مثلا عکس سگاشو به نوشین نشون میداد و حالا به نوعی به من. من خیلی وارد بحثشون مثلا نشدم، یعنی خیلی ارتباط راحت نگرفتم. بعد یه دفعه دیدم که اون مرده حالا لطف کرد و برای ما دوتا دمنوش آورد که بسیارم خوش عطر و بو بود. بعد در اون حالی که مثلا خب نوشین بر خودش راحت خورد و اینو، من مثلا در حالی که داشتم اینو میخوردم و مثلا تصمیم گرفته بودم که اینو امتحان کنم، همش این فکر تو ذهنم میومد، میگفتم که اگه یه چیزی توش ریخته باشه چی؟ اگه مثلا الان من یه هویی مثلا سرم گیج بره اینجا بیهوش بشم. اینو چرا دارم میگم؟ به خاطر اینکه خب به هر حال یه همچین ساختاری توی مغز من هست و ریشه به نوعی قوی هم داره. بعد از اینی که از اونجا اومدیم بیرون برای نوشین تعریف کردم، اصلا باورش نمیشد. گفت جدی میگی؟ گفتم آره. و جالبه که حالا منم مثلا با خودم حتی گفته بودم ممکنه مثلا نوشینم به اینجور چیزایی فکر کرده باشه، در صورت اینکه من اصلا حتی یک لحظه هم همچین فکری از ذهنم نگذشت. گفتم به هر حال من به طور مستقیم نه، ولی به طور غیر مستقیم با حالا یه سری حساسیت هایی که بوده در تربیتم، در ساختار خانوادم و اینی که اصلا خانواده ما، چه خانواده پدری و چه خانواده مادری، طیف گوناگونی از آدم ها رو شما دوروبرت نمی دیدی. مثلا یه همه کسایی که ما باشون رفت و آمد داشتیم، حالا چه از فامیل چه از دوست یا همه اینا، کسایی بودن که شبیه خودمون بودن. یعنی آدم متفاوت و گوناگونی تو نمیدیدی که مثلا بخوای خونش بری یا بخوای مثلا الان من دیدین با خیلی بچه های ارتباط برقرار میکنم، بعضیشون بسیار ممکن از لحاظ مالی و نمیدونم طبقه اجتماعی از خودم بالاتر باشن، بعضی ها ممکنه که بسیار پایین تر باشن و خب این مثلا رفت آمده و گوناگونی این آدم ها باعث میشه که خب من یه احساس مثلا بهترین بگم بابا ته تهش هممون یه جور هستیم و این دیگه فقط یه شعار نباشه، عملا ببینم اینو توی روابطم. ولی اون موقع ها اینجوری نبود. یعنی من یادمه که خب ما با هر کسی که مثلا رفت و آمد داشتیم و هر کسی که دور و بر خودمون میدیدیم بسیار مشابه بودن، یعنی مثلا همه مثل هم بودیم از لحاظ حالا بگیم طبقه اجتماعی و همه این چیزا. وقتی که میرفتیم مثلا توی جامعه یه آدم متفاوتی و مثلا اگه میدیدی، من خودم خیلی دچار استرس میشدم، یعنی اصلا راحت نبودم توی برخورد مثلا با اینجور آدم ها. آره باشه بکنم، این خیلی داره حواس شما رو پرت میکنه، من یه لحظه چشم افتاد، ولی این بهترین فکری بود که کردم، وگرنه من اگه اینو ولش کنم خیلی سر صدا میکنه، خیلی ممکنه اذیتم بکنه. بیام یه ذره کامنتاتون رو ببینم. خب این هم یکم بکشم جلو. آره حالا دیگه
همینا به ذهنم میاد. بیشتر چیزای بیشتری میخواستم بگم، متاسفانه این مورفی یه ذره چیز کرد دیگه، بعد قلقی کرد. آره من فکر میکنم معاشرت بازی با باز شده، این بخش جرأت در ایجاد رابطه در شما ایجاد بشه. ببین، باید فکر میکنم بهترش هم اینجوری باشه که بگیم معاشرت با همین بچه های مختلف باعث این شده که آدم بیاد ببینه که نه، مثلا من الان رفتم چه میدونم، من خیلی بالا بچه هایی که پیجم رو دنبال میکنن و الان سال هاست، خب حالا من راجب خودم توی خودم و برنامه هایی که دارم توی پیجم مثلا صحبت میکنم، شما ها نگاه کنید، خب با خیلی طیف زیادی از آدما ارتباط برقرار شد و من فکر میکنم این ارتباطات، یعنی این ارتباطات خیلی نقش مهمی داشت. و یه چیز دیگه هم که بود، من همیشه، خب من بچه آخر بودم، من بچه آخر بودم و اصلا به طور کلی، حالا نه این دیگه بگی فقط من بچه آخرم، اصلا تیپ مامان من اینجوری بود که خیلی ماها رو درگیر نمی کرد در چه در مثلا کارهای اساسی خونه، چه در مثلا روابط اجتماعی، چیز نه چه در روابط بزرگترها. یعنی چی؟ یعنی اینی که من هیچ وقت یادم نمیاد در خودم مثلا فشاری رو احساس کرده باشم. حالا مثلا جالبه، چون بچه های مثلا من مخصوصا با سعیده راجع به این چیزا زیاد صحبت میکنم، مثلا اینی که سعیده میگه که اون دفعه بر من تعریف میگم، میگه مثلا سر من اینجوریه که حتی عموم اجازه داره که مثلا بیاد چه میدونم ما رو دعوا کنه، یا مثلا به ما بکن نکن بگه، یه همچین تیپی توی مثلا خانواده اوناست. گفتم که من اصلا یادم نمیاد هیچ وقت مثلا یه فشارهای اینجوری به این صورت احساس کرده باشم، و برعکسش هم هیچ وقت مثلا اینجوری نبوده که من بخوام به طور مستقیم مداخله ای داشته باشم مثلا توی روابط بزرگتر. ممکن بود مثلا حالا یه جور دوست داشته باشم، نظری بدم، حرفی بزنم، اتفاقا همیشه هم استقبال میکردن، برخورد بدی نمیکردن، ولی اینی که مثلا من احساس کنم که حالا بگم الان مهمون داریم، مثلا من میزبانم، یه وظیفه ای رومه، الان باید مثلا این کارو بکنم اون کارو بکنم، اصلا نبود. یعنی من دلم میخواست میتونستم بیام بشینم، دلم نمیخواست میتونستم برم تو اتاقم. و همیشه این حالته، در این حالی که حالا یه بخش بزرگیشم خوب بود، ولی یه بخشیشم این بود که من اصلا وقتی که حالا توی این روابط اومدم و با این بچه و ارتباط برقرار کردم، مثلا یه جاهایی میدیدم اینا از من یه انتظاراتی دارن، مثلا انتظارشون، حالا براتون میگم، مثلا انتظار اینو دارن که اگه ما یه دور همی میذاریم، مثلا من بیام یه سری برنامه ریزی ها رو بکنم، بعد به فلانی مثلا بگم که لوکیشن اینجاست، ساعتش اینجاست، به بهمانی مثلا یه جور دیدی، یه جور منیج کردن، و در واقع انگار بگی که مثلا تو دستت گرفتی این کارو. انقدر من از این مسئله ناراحت و عصبانی می شدم تو خودم، که حالا شاید مثلا هیچی هم بروز نمی دادم، ولی از اینی که مثلا می دیدم ممکن بود بعدنم بیاد بگن که آره مثلا سحر دیر اومد، یا سحر نمی دونم اومد رفت مثلا با ما زیاد حرف نزد، می دونی مسئله حالا اینجوری که پیش اومده، یا یه سری نکاتی می اومدن می گفتن که بعد من از اینی که می دیدم مثلا یکی از من انتظار داره و مثلا تو ذهن خودش مثلا فکر کرده که من باید براش مثلا وقت ویژه‌ای بذارم، توجه ویژه‌ای بذارم، یا مثلا برنامه ریزی براش انجام بدم، چون هیچ وقت این مسئله به صورت یک وظیفه یا یک فشار یا
تو هیچ برهه زندگیم رو من نبود، منو تا یه جایی خیلی عصبانی میکرد. یعنی احساس میکردم که مثلا اینا دیگه چرا مثلا فکر میکنه که من باید این کارو براش میکردم. تا اینکه رفته رفته انقدر این اتفاق افتاد که از یک جایی به بعد یه دفعه انگار که دیگه مثلا ذهنت هی یه مسئله براش اتفاق میفته تا دیگه یه جایی به بعد تربیت میشه، میگه نه بابا اینم هست، تو باید الان این موضوع را مد نظر قرار بدی. دیدم یه دفعه اصلا یه جایی به بعد گفتم خب نه راست میگن، منم باید چیز کنم، باید به نوعی. حالا درسته میگی مثلا کسی نو انتظار، هی انتظار همیشه زیر سوال رفته دیگه. ما الان مثلا بخوای از هر کی هم بیای بپرسی بگی مثلا من انتظار این داشتم، میگه خب آقا انتظار نداشته باش. ولی در رابطه با خودم، من وقتی که این مسئله رو نگاه کردم دم نه راست میگن، منم دیگه خیلی شاید از این بر مثلا بی خیال گرفتم این مسائل رو، خیلی دیگه منم مثلا شاید فکر نکردم به اینی که مثلا الان این جمعه باید یه جوری آدم یه چیزی رو دستش بگیره یا آدم مثلا یه کاری رو بخواد بگه که خب میدونی اون دیگه از این بیشتر نمیتونم توصیف بکنم. حالا دیگه اگر که متوجه نشدین واقعا بیشتر از این نمیتونم توصیف بکنم. از یه جایی به بعدش خودم دیدم که احساس کردم که نه، این مسئله هم به خود منم برمیگرده، به خود منم برمیگرده و انگار که مثلا بگی یه بخشی تو مغزم فعال شد، یه بخشی تو مغزم فعال شد که بگه نه حالا تو هم وقت بذار، تو هم نمیدونم چیز بکن. مثلا انگار مثلا کسی که تا به حال میزبانی نکرده یا کسی که تا به حال مثلا مهمانداری نکرده یا تا به حال مثلا وظیفه ای از این جهات رو احساس نکرده، یه همچین چیزی هم در من اومد که خب در جای خودش خوب بود، در جای خودش به نوعی تکامل بود. این همسایه است، من میوت خب مرسی بچه ها، ممنونم ازتون. یه دونه پیامی هم به چشمم خورد، گفت اسبو به کی دادین؟ اسبو به کسی هنوز ندادیم و منزل سعید است. اگه کسی بخواد حالا دوست داشته باشه میتونه بیاد، مثلا پیشنهادی داره چه میدونم کاری در موردش میخواد انجام بده که اونو به دست بیاره میتونه بگه. در مورد چی؟ در مورد شم چیه؟ متوجه نشدم. نصیب موبایلمو بچه من گذاشتم روی بتونشون بدم، گفتم الان میفته، گذاشتم تو این کاسه که بیاد بالا، بعد یه لحظه رفت عقب، گفتم ممکنه بیفته. خیلی خوب، حالا دیگه لایومون هم طولانی شد، نیم ساعت شد، ولی امیدوارم خیلی گنگ صحبت نکرده باشم و تونسته باشم منظور خودم رو برسونم. مرسی بچه‌ها.